استخر مرگ. شنو کنی آب اینجا مسمومه. طوری نیست، این آب آلوده است، مسموم میشی. تو نخوری مسموم نمیشی. چی؟ اونایی که مردن از آبی که از اون بالا میاد مسموم شدن. متاسفم. خب پس چطوری میای کنار؟ اینطور که میگی اینجا خیلی خطرناکه. راه دیگه ای نداری، ما اینجا گیر افتادیم و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. همینطور که میبینی آب این استخر آلوده است. هر کی از این آب استفاده کنه مسموم میشه و میمیره. کاش میتونستیم از اینجا بریم و نجات پیدا کنیم. به هر حال مهم نیست. خدافظ. صبر کن، فکر میکنم آب اون طرف استخر تمیزتر باشه. خارج از قلمرو به ماست. چرا؟ من نباید برم اونجا، فقط همین. چرا؟ چرا نباید بری؟ گفتم که نباید برم اونجا. اصلا تو اینجا چی کار داری؟ دارم سفر میکنم و دنبال مادرم میگردم. چدی مادرت کجاست؟ نمیدونم، وقتی خیلی کوچیک بودم جدا شدیم. آه خیلی از این موضوع متاسفم. ببینم اینجا عنکبوت آبی به اسم رئیس پیر نداری؟ منظورت همون پیر مرد است؟ چرا؟ ممنون، من از مدت قبل دارم دنبالش میگردم. خیلی ازت متشکرم. ولی فکر نمیکنم بتونی ببینیش. برای چی؟ چون که مریضه. مریضه؟ آره، نوش از پیرمرد مواظبت میکنه، ولی پسر خیلی عجیبیه. ببینم تو با اون پیرمرد چی کار داری؟ یه نفر بهم گفت که احتمالا رئیس پیر میدونه مادر من کجاست. منم به خاطر همین از مدت قبل دارم دنبال رئیس پیر میگردم. کیتور، خب بیا من خونش رو نشونت میدم، دنبالم بیا. خیلی متشکرم. خب رسیدیم. بیا، لازم نیست بترسیم. این زنبور عسل میخواد پدر بزرگ تو رو ببینه. سلام، اسم من هاچه، هاچ زنبور عسل. که گفتی هاچ زنبور عسل، قبلا اسم تو رو نشنیدم. خب چی میخواد؟ میخوام راجب مادرم از پدر بزرگ چی چی؟ کنم. گفتی مادره؟ آره، یه نفر بهم گفت که رئیس پیر یعنی پدر بزرگ شما میدونه که مادر من کجاست. همینجا باش. خب این اولین بار بود که پسر اخم نکرد. بهتره مواظب باشی هاج، ممکنه برات نقشه ای داشته باشه. حواستو خوب جمع کن. امروز دو تا دیگه عنکبوت آبی مردن. آب مسموم داره به سرعت پخش میشه رئیس. باید قبل از اینکه هممون کشته بشیم یه اقدامی بکنیم. بهتره بریم اون طرف استخر. این تنها امید ماست. خب خوب فکر کنید. ببینید میشه این نقشه رو عملی بکنیم؟ این بستگی به تصمیم سوسکا داره. مطمئن نیستم اونا حرف ما رو گوش کنن. ولی پدر بزرگ، فرصت زیادی برامون باقی نمونده. یا حالا تصمیم بگیرین یا هیچ وقت. حق با اونه رئیس. خواهش میکنم صبر داشته باشید. باید یه دفعه دیگه با اونا صحبت بکنیم. پدر بزرگ، ما که صدها بار حرفامون رو زدیم و هنوزم به جایی نرسیدیم. پس باید هر چه زودتر تصمیمتون رو بگیرید. دیگه بیشتر از این نمیشه صبر کرد. ببینم حال شما خوبه رئیس جان؟ راستی پدر بزرگ، یه زنبور اومده میخواد شما رو ببینه. میگین باهاش چیکار کنم؟ یه زنبور عسل ببینم. اسم این زنبور عسل هاچ نیست پسرم. فکر کنم خودش باشه. میگه داره دنبال مادرش میگرد. منتظرش بودم، لطفاً بیارش اینجا. خیلی خب، حالا باشه برای بعد.
ما فعلا مسئله مهمتری برای رسیدگی داریم. ولی این زنبور اصل هاچ بذارین صبر کنه. نه ترسین جایی نمیره. خیلی خوب دوستان، همه میدونی نقشه چیه، همین امشب شروع میکنین. صبر کن. منم موافقم، ولی آخه قایق چی میشه؟ قایق رو بزنیم به عهده من. من یه فکری براش دارم. باشه میذاریمش به عهده تو. باشه صبر کن. گوش کنی پدر بزرگ، تا وقتی نقشه ما عملی نشده نباید بریم پیش این زنبور عسل. برای چی ها؟ گفتم یه نقشه ای دارم، نگفتم؟ گوش کن، این پسره هیچ ارتباطی با ما نداره. اگه فکرای احمقانه ای درباره اون کردی بهتره فراموش کنی. ببینم کی برای شما مهمتره پدر بزرگ، این زنبور اصل یا دوستای خودتون ها؟ آخه یه کمی هم به فکر خودتون باشی. ولی این پسره نقشی در مشکل ما نداره. خواهش میکنم با اون کاری نداشته باشی. خب چرا اینقدر طولش دادی؟ زود باش بیا دیگه. اگه نگفتم بیرون منتظر باشی مگه هفت کلتو فرو نمیره؟ متاسفم هاچ، تو امروز نمیتونی پیرمردو ببینی. برای چی؟ بعد از اینکه یه کاری برای ما انجام دادی میتونی رئیس پیرو ببینی. خب چی داری بگی هاچ؟ حرفی داری یا نه؟ ولی این درست نیست. اشکالی نداره. خب میخوای من چی کار کنم؟ کار زیاد مشکلی نیست هاچ. دو تا دیگه هم میخواییم، اون دست چپیه بهتره. بازم احتیاج داری؟ یالا هاچ ادامه بده، بازم لازم داری. خیلی جمع کنین، نذارین هاچ رئیس رو ببینه. مطمئن باش نمیبینه، من مواظبش هستم. زود باشین، عجله کنین. یالتون تر کجا دارین میبرین؟ به اون طرف استخر که آب تمیزتر و سالمتره. که اینطور، ولی خب به زودی تمام آب استخر آلوده میشه. خب چاره چیه؟ این استخر تنها جاییه که ما داریم، پس باید هرچه زودتر دست به کار بشیم. کی میتونم پیرمردو ببینم؟ آخه میدونی چیه؟ من خیلی عجله دارم که مادرمو پیدا کنم. گفتم که کی میتونی ببینیش، نگفتم؟ پس چرا حرف تو کلت فرو نمیره؟ شروع کنین. پیدا اون کردن. سلطان دخبای مرزکا بجامید. سلطان تا اونا حشرات شب تابن. بس کنین. بس کنین. گفتم بس کنین. بس کنین. یه مرد خیلی خوب بگیر بگیر. شما ها چجور حشراتی هستین؟ واقعا باید از خودتون خجالت بکشید. اون دهنه گندته ببند بچه. آره اون دهنه تو ببند. بس کنین دیگه، کافیه. اون پسره تو رو وادار به این کار کرد مگه نه؟ خب این یه دفعه رو بهت رحم میکنم، حالا بهتره از اون عنکبوتای آبی دور بشی. ولی شما توی استخر زندگی میکنین، دعواتون سر چیه خانم ها؟ ما تو قلمروی خودمون هستیم و انتظار داریم عنکبوتای آبی هم تو قلمروی خودشون بمونن. ولی آب طرف اونا بدجوری آلوده شده، دیگه کسی نمیتونه اونجا زندگی کنه خانم. میدونیم، ولی هر کی باید به فکر خودش باشه. منطقه ما فقط به اندازه خودمون وسعت داره. حالا برو با ما رو تنها بذار. شما ها خیلی خودخواهین، مگه نمیبینین آب آلوده است؟ همه جای اون طرف استخر گرفته. ببرین سوار قایقش کنین. چشم برو دیگه، این طرف ها پیدات نشه. هاچ حالت خوبه؟ نینا فعلا که نتونست کاری بکنه. هر کاری میتونست کرد. حالا بذار رئیس رو ببینه، اینقدر سختگیر نباش. هنوز نه، اول باید کاری رو که شروع کردیم به آخر برسونیم، بعد میتونه بره اونو ببینه. تو خیلی بیرحم و خودخواه هستی. حاج خوب گوش کن ببین چی میگم.
برو یه جای دیگر رو پیدا کن تا ما بتونیم بریم اونجا زندگی کنیم، میفهمی؟ تا موقعی که اونجا رو پیدا نکنی نمیتونی رئیس رو ببینی. امیدوارم خوب متوجه منظورم شده باشی، دیگه بیشتر از اینم برای توضیح نمیدم. هاج دیگه اونجا هست و آلودم نیست، اما اونا به اینجا نمیرسن، مسافت زیاده و با شنام نمیتونن بیان اینجا. باید یه راهی باشه، ولی خب من باید برای دیدن رئیس پیر و پیدا کردن مادرم از عقلم استفاده کنم. هاج، تونستی راهی پیدا کنی؟ آره، ولی اونجا خیلی دوره. خب نمیخواد نگران باشی هاج، من یه نقشه‌ای کشیدم تا بتونی رئیس پی رو ببینی. حالا بیا بریم، مطمئن باش من کاری میکنم که تو بتونی خیلی راحت اون رو ببینی. نگران نباش، من یه فکری کردم. یکی از افراد کارت داره اونجاست، لای علفا. خیلی ممنون نینا. خب تو یه مدتی اینجا جای من وایسا. باشه باشه، وای میسم. زود باش هاج، بیا تو. هاج پیره مرد اینجاست. آش بیا اینجا هاج، خیلی دلم میخواست تو رو ببینم. منم همینطور آقا. متاسفم هاج، به خاطر رفتار نوام از تو معذرت میخوام. من فکر میکنم اون هنوز خیلی بچه هست و خیلی از مسائل رو درک نمیکنه. عیبی نداره، تو پسر خوبی هستی هاج. گوش کن، تو مادرت در جایی نه چندان دور از اینجا پیدا میکنی. مطمئن؟ البته، وقتی زنبورای زرد اونو از سرزمینش بیرون کردن اومد اینجا تا سرپناهی پیدا کنه. برای من گفت که تو کی هستی و چقدر دلش برای تو تنگ شده. بعد از یه مدت را افتاد و رفت طرف منطقه گرمسیر. حالا تو هم باید هرچه زودتر بری به منطقه گرمسیر. منطقه گرمسیر؟ گفت میره تا سرزمین ساکت و آرومی پیدا کنه و اونجا منتظر بمونه تا تو پیداش کنی. بیا اینو بگیر، بال مادرت هاج. بال مادرم؟ دادش به من و ازم خواست هر وقت تو رو دیدم بدم بهت. حالا منم خیلی خوشحالم که تو رو پیدا کردم و اون امونتی رو بدارم. بوی مادرم رو میده، چه خوبه. ازتون متشکرم آقا، خیلی ممنونم. وقت تو اینجا تلف نکن هاج، را بیفت برو. درسته هاج، قبل از اینکه تو رو اینجا پیدا کنم نه نینا، من فعلا نمیرم، اصرار نکن. برای چی؟ چرا هاج؟ نمیتونم دوستان شما رو به حال خودشون ول کنم و برم. اگه یکی فورا کمکشون نکنه همه نابود میشن. من میخوام اینجا بمونم و به اونا کمک کنم. حالا فهمیدین چرا میگم اصرار نکنی؟ هاج باور کن درست نیست تو بمونی، از اینجا برو. هی اینجا چه خبره؟ چی کار داری میکنی هاج؟ تقصیر از نینا نیست. ببین من فکر جالبی برای نجات همه شما دارم، اگه اجازه بدی برات توضیح میدم. راستی؟ هاج میتونست بذاره بره، ولی موند که به ما کمک کنه. خواهش میکنم کاریش نداشته باش. خب من یه استخر کوچیک بالای تپه پیدا کردم. بالای تپه؟ آبش خیلی تمیزه، اونجا خطر متوجه شما نیست. آخه چطوری هاج؟ چطوری بریم اون بالا؟ من کمکتون میکنم، سعیمو میکنم. خدا کنه موفق بشیم هاج. اول بهتره تخماری بذارین روی قایق. خب ممکنه عملی نشه. یالا عجله کنی. ببین هاج، فکر میکنم من در مورد تو اشتباه میکردم، خواهش میکنم منو ببخش هاج. خب پس بالاخره دارن از این استخر میرن. همه یه تخمه رو نابود کنین. به هیچ کلمشون رحم نکنین، همه شون از بین ببرین. از کنی خواهش میکنم. تا دیگه چی میگی؟ بهتره تو دخالت نکنین. بلم کنین، بذارین بلم، بلم کنین، بلم کنین. برگردین بعد جنسا. این ترسو مادره باش،
دست شما هم باید برسه. سوس کایابی، خیال میکنین هر کاری دلتون میخواد میتونین بکنین؟ کمکش کنین، یکی به پسر من کمک کنه. کمکش کنین، کمکش کنین، کمکش کنین. تموم شد، نتونستم به اونو کمک کنم و نمیتونم مادرم رو ببینم. آقای سوس صبر کن پسر، من از اونجا نجاتت میدم، فقط سعی کن آروم باشی و سر و صدا نکنی. ممنونم آقای سوس. حالا زود باش از اینجا برو، فقط هرچه میتونی از اینجا تونتر دور شو. حاج، من از حرفی که اون روز بهت زدم معذرت میخوام. فراموش کن، حالا برو پیش دوستت، زود باش، معطل نکن. خیلی خیلی ممنون حاج. متاسفم حاج، اگه به خاطر ما نبود تا حالا مادرتو دیده بودی. یعنی ممکنه مادرش ماهاره به خاطر این پیش آمد ببخشه. ببینید دوستان، آب سمی فقط یه کمی از ما فاصله داره. یعنی الان حاج کجاست؟ حاج، حاج، آه، حاج. آقای سوسک منو نجات داد. حاج، چقدر خوشحالم. بارون که بند اومد دوباره تلاشمون رو شروع میکنی. فکر میکنی عملی باشه؟ من مطمئن نیستم. خب لااقل باید سعی خودمون رو بکنیم، مگه نه؟ سنجو مکو دارن میان. زنبور اصل هنوزم با اوناست، نمیدونم اون چطوری تونست فرار کنه. اومدیم به شما کمک کنیم حاج. تخما رو بنداز تو آب، ما براتون اونا رو میبریم. کارتو به ما درس خیلی خوبی داد حاج. زود باش حاج، عجله کن تا دیر نشده. خیلی ممنون خانم سوسکی آبی. دخمارو انداختن توی آب، امکان در آوردنشون خیلی کمه. خب افراد بریم خونه. رفتن. حاج از محبتت خیلی ممنونیم، نگران ما نباش، از حال به بعد با هم دوست. تو خیلی به ما کمک کردی حاج. خواهش میکنم، کاری نکردم. فعلا خدا حافظ همگیتون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. هاچ این بار با یادگاری از مادرش، یعنی همون بالی که رئیس پیر بهش داد، از همیشه امیدوارتر به سوی سرزمینی میره که مادرش در اونجا به انتظارشه.